جلوه قدرت الهی در یک روز از غیر مجاری عادی اون روز رو روز خدا میکنه. در روز 22 بهمن جلوه قدرت الهی به دست توانای مردم بزرگ ایران و با رهبری امام عظیم الشأنمون. قدرت الهی همه رو خیره کرد. چگونه ممکن است ملتی با اتکال به خدا و با اعتماد به نفس به میدان بیاید و حکومتی که مورد حمایت قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر است کنار بزنه و با اراده خود حکومتی به نام دین و ارزش‌های الهی برپا کند؟ این دست قدرت لایزال الهی بود. در این ایام اونچه برای همه ما و همه دوستداران انقلاب اسلامی ضرورت دارد، به ویژه نسل جوان ما، شناخت انقلاب اسلامی است و به ویژه شناخت عناصر هویت ساز انقلاب اسلامی است. عناصر هویت ساز انقلاب اسلامی باید دقیق شناخته شود. در جهاد تبیین که رهبری امر فرمودند به همه ما، جهاد تبیین را به همه رسانه ها و صاحبان سخن و تریبون، جهاد تبیین را از اموری که بسیار ضرورت داره ابعادش همچنان بیان بشه، 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی عناصر هویت ساز انقلاب اسلامی است. عناصر هویت ساز هویت دین، یکی از عناصر مهم هویت دینی انقلاب اسلامی است. دین در عرصه زندگی انسان معاصر میخواهد همه شؤون بر اساس دین و آموزه‌های دینی اداره شود. مردمی بودن یکی از عناصر هویتی انقلاب اسلامی است. این انقلاب مردم پایه است. اساس رو مردم شکل دادن و رقم زدند. حامیان این انقلاب مردم هستند. ادامه دهندگان این مسیر باز مردمند. غیر طبقاتی بودن این انقلاب از عناصر و هویت ساز این انقلاب، مثل انقلاب ها و خیزش هایی که در شرق و غرب شد بر یک قشری، بر یک طبقه خاصی استوار بود، این انقلاب انقلاب غیر طبقاتی است. همه مردم به معنی وسیع کلمه مردم حضور دارند، از همه طبقات. دیگر از عناصر هویت ساز استقلال جویانه بودن انقلاب اسلامی است. از عناصر هویت ساز انقلاب اسلامی آزادی خواهانه بودن این انقلاب است. عدالت طلبانه بودن این انقلاب است. این انقلاب در درون خودش عدالت خواه است و عدالت طلب. هیچ زمان نمیتوان عنصر عدالت را از انقلاب اسلامی جدا کرد، زیرا که در درون انقلاب اسلامی عدالت خواهی و عدالت طلبی و ضد ظلم و ضد فساد بودن نهادینه شده است. در درون این انقلاب ضد استکبار بودن نهادینه شده است. یعنی هاضمه انقلاب شکوهمند اسلامی فساد نمیپذیرد. هاضمه
انقلاب شکوهمند اسلامی و این نظام ظلم نمیپذیرد. مثل کسی است که غذای مسمومی را بخورد، هاضمه انسان سم را نمیپذیرد. همچنان هاضمه انقلاب اسلامی نمیتونه ظلم رو، فساد رو بپذیرد. در درون خودش ضد ظلم و ضد فساده. رژیم ستمشاهی، رژیمی که مظهر تام و تمام وابستگی، استبداد، دیکتاتوری، خضوع در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر، گردنکشی در مقابل خواست مردم، آلودگی به انواع فسادها، ظلم به مردم و به کشور. انقلاب اسلامی آمد که این رژیم فاسد و مورد حمایت قدرت‌های سلطه‌گر را از میان بردارد و نظامی مبتنی بر دین و اونچه که مردم بارها فریاد کردن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برپا کند. پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تمدنی را رقم زد که این تمدن به نام اسلام و به نام جمهوریت رقم خورد، که این مدنیت در مقابل تمدنهایی که قطب بندی های جهان را شکل میده تمدنی نوین بود. این مدنیت همراه خودش همه سعادت رو برای انسان معاصر فریاد میزنه. معلوم باشد این تمدنی که انقلاب اسلامی امروز در مقابل تمدنهای مدعی در دنیا برپا کرده، این تمدن دارای یک شاخصه های مهمی است که میطلبد در وقتی دیگر در مورد این شاخصه ها سخن گفته بشود. اما اون چه مشخص است آن است که شعارهای انقلاب اسلامی شعارهایی است که هم فطری است، مربوط به فطرت همه انسانها، کل مولود یولد علی الفطره، جهانی است، همه میپسندند این شعارها رو در همه عالم. چی میگه انقلاب اسلامی؟ اون چه فریاد میزند سخنش آزادی است، اخلاق است، عقلانیت، عدالت. اون چه که فریاد میزنه انقلاب اسلامی عبارت است از استقلال، عزت ملی، برادری، نفی سلطه و ظلم. اینا شعارهایی است که جلوه‌گر است در شعارهای مردم برای روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، که همواره هم این شعارها رو بر لب دارد و هیچ کدام از این شعارها کهنه نشده. باید همواره شعاری که در 22 بهمن 57 بر زبان مردم جاری می شد امروز نیز جریان داشته باشد. بعضی از انقلاب‌ها و خیزش‌ها شعارهای روز آغازینشون فراموش شده یا به سردی گراییده، اما این شعارها همچنان زنده است. اگر اون روز گفته شد استقلال و آزادی، امروز هم همین تأکید میشه. اگر اون روز فریاد زده شد نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی،
امروز هم همین شعار باید پایدار بماند. نه ما سلطه ای را میپذیریم و نه از استقلالمون دست برمیداریم و نه حاضریم نسبت به کسی در عالم ظلم کنیم. اینا جزو اصوله، همچنان هم پایداره. بله، ارزش‌ها همواره در نظام اسلامی ارزش‌هایی است ثابت و این ارزش‌ها تغییر نمی‌کنه. این ارزش‌هایی است که مردم برش تأکید کردن، همواره هم هست. لذا شما می‌بینید ایرانی در هر کجای عالم به این انقلاب افتخار می‌کنه و می‌بینید که امروز نه فقط مردم مسلمان در عالم، بلکه مردم غیر مسلمان اما آزادی‌خواه، عدالت‌خواه در عالم، محرومین و مستضعفین در عالم به این انقلاب عشق می‌ورزند. در اقصانقاط عالم مسلمان هم ممکنه نباشند، اما وقتی که مواجه میشن با شما میگن به انقلاب شما عشق میورزیم، به امام عشق میورزیم، به رهبری و مواضع بصیرت آفرین ایشون عشق میورزیم. اینا مال این است که شعار انقلاب شعار فطری است، شعار جهان شموله. همه به این شعارها پایبندن، شعارهای عقلانی است که انقلاب اسلامی از اون برخورداره. امروز نه فقط ملت بزرگ ایران، بلکه ملت‌های جهان به این انقلاب سخت امیدوارند و اون چه امروز همگان می‌خواهند آن است که انقلابی بودن این نظام همچنان حفظ بشود و در گذشت زمان و تطورات دچار فراز و فرود نشه. روحیه انقلابی، نگاه انقلابی و عمل انقلابی و پایبندی به این مبانی همچنان مورد تأکید مردم در سراسر عالم هست که این انقلاب باید همواره بماند برای نجات انسان و برای این که پرچم برسد به دست حجت خدا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت قرار دادیم. عناصری در امت هست، امت از ماده ام است، ای قصده. یک، در امت عنصر هدفدار بودن، قصد داشتن، مقصد داشتن قرار داده شده. دو، عنصر حرکت. امت همواره در حال حرکت است، ایستا نیست. سومین عنصر، عنصر پویایی است. امت در حال شدن است و الی الله المسیر. سیرورت امت سیرورت الهی است. امت در حال شکلگیری است اونچنانی که خداوند متعال مقرر کرده است. و چهارمین عنصر در امت، عنصر امام مقتداست و رهبر است که از همه ظرفیت های امت در جهت رسیدن امت به اهداف بلند استفاده کند. ما نقش رهبری و نقش مقتدا را در این نهضت، نقش بسیار تعیین کننده می دانستیم و همواره می دانیم. امام و رهبری در مکتب سیاسیشون در مقابل مکاتب سیاسی امروز عالم، مکتب سیاسی رو ارائه کردن که دارای یک شاخصهایی است. اولین شاخص این مکتب سیاسی اخلاص، سنگ زیربنای تفکر و اندیشه امام این جمله است که بر در و دیوار نقش بسته. عالم
در محضر خداست. تمام دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی و کلامی و حکومتی و زندگی شخصی امام به این جمله است. دومین نکته در مکتب سیاسی توجه به جمهوریت و مردمه، نه مردم از باب یک نگاه سیاسی و تشریفاتی، نه، امام و رهبری به مردم علاقمندند، چون علاقه به مردم مرتبه نازله محبت الله، عشق داشتن به مردم، مردم رو با همه وجود دوست می‌دارند. جمهوریت نظام. سومین نکته در این مکتب سیاسی عدالت است، نه عدالت به عنوان یک شعار، نه، عدالت به عنوان یک محور مهم که باید در همه سطوح جامعه جریان داشته باشد. تمام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی بر محور عدالت باید شکل بگیرد. عدالت به معنی اون محوری که هدف مهم انقلاب اسلامی بود و ما امروز مفتخریم که در دولت مردمی، جمهوریت و مردمی بودن و عدالت را به عنوان دو محور اساسی در دولت قرار دادیم و خود را موظف می‌دانیم برای اصلاح امور مردم میدان پیدا کنند، به مردم توجه بشود و مردم اصل و اساس قرار بگیرند. بعضیام گاهی ما رو در برخی از رسانه‌ها مورد سوال قرار میدن که فلانی اینقدر تو اجتماعات میره، تو استانها میره. باید گفت عزیز دل من، بی توجهی به مردم بی توجهی به انقلاب اسلامی است. مردم پیوند اساسی با انقلاب اسلامی دارند، به نحوی که امروز اگر به مردم بی توجهی شد و دور شدن از مردم، دور شدن از انقلاب شکوهمند اسلامی است. و عدالت به عنوان محور کار دولت که امروز اجرای عدالت محوری ترین در دوره تحول و در این دولت شناخته میشه که باید همواره مورد تأکید قرار بگیره. و چهارمین عنصر که بسیار مهمه در مکتب سیاسی امام و رهبری، ضد ظلم بودن و ضد استکباری بودن. همواره در درون خودش این مکتب ضد ظلم بودن، ضد استکباری بودن و ضد فساد بودن رو همراه خود دارد. نکته بعدی که در شاخصهای مکتب سیاسی امام و رهبری است، مسئله استقلال به معنی واقعی کلمه است. ما به حمد الله و به لطف خداوند متعال امروز در استقلال سیاسی راه‌هایی که پیمودیم کار به جایی رسیده که امروز همه در جهان می‌دانند مستقل‌ترین کشور در این کره زمین جمهوری اسلامی ایران است. همه می‌دانند و همه اعتراف دارند. کشوری که حرف اول رو در منطقه می‌زنه با استقلال در مجامع سیاسی و بین‌المللی اظهار نظر می‌کند و روی پای خود همیشه ایستاده است، نه سلطه میپذیرد و نه به هیچ عنوان ظلم بیدیگران را روا میدارد. اینو همه روشنه. اما نسبت به استقلال اقتصادی کارهای انجام شده است که برای هیچ کس در کشور جای انکار نیست. بسیار در جهت توسعه یافتگی به برکت انقلاب اسلامی در هر کوی و برزنی کار شده، اما راه بسیار داریم برای اینکه استقلال اقتصادی را هم بتوانیم به مثابه استقلال سیاسی در کشور داشته باشیم. همه ظرفیت ها برای استقلال اقتصادی آماده است. اما برخی از نگاه های غلط
و برخی از دلهره ها و برخی از نسخه هایی که تناسبی با نسخه های انقلاب اسلامی نداشت موجب برخی از عقب مندگی ها شده. نگاه داشتن و نگاه کردن به دست بیگانگان که اونها کاری رو انجام بدن باعث مشکلاتی شده است، اما به لطف خداوند متعال با همت مردم و با خدمتگزاری دولت انشاءالله در جهت استقلال اقتصادی و عمل به نسخه نجات بخش اقتصاد مقاومتی گامهای بلندی برداشته خواهد شد. امام و رهبری همواره بر وحدت و انسجام ملی تأکید می کنند. وزیر پرچم این کشور و این نظام همه سلایق باید بدور از همه گونه اختلافات این وحدت و انسجام رو نگذارن خدشدار بشه. پیشرفت کشور در گروه وحدت و انسجام ملی است. همه کسانی که دل به انقلاب و دل در گروه اهداف بلند انقلاب اسلامی دارند بدانند که پیشرفت کشور در گروه انسجام و وحدت. من نکته ای که میخوام محضر نمازگزاران عزیز جمعه و کسانی که در امروز آمدن تو خیابون علارغم شرایط کرونایی عرض بکنم که ما مصممیم به عنوان دولت برخواسته از رأی و اراده شما مردم که اون چه مورد نظر است در رفع مشکلات، در توجه به ظرفیت‌های بسیاری که کشور داره، در توجه به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی، در رفع مشکلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی که رنج میده مردم عزیزمون رو، برنامه‌ریزی شده، گام‌هایی مقدمتاً برداشته شده و انشاءالله گام‌های بسیاری در پیش داریم. با همت مردم، با کمک شما عزیزان انشاءالله اقدامات خواهد شد. کرونا مردم رو بسیار رنج میداد. روزی که ما دولت رو آغاز کردیم 700 خانواده در هر روز داغدار میشدند، ولی امروز با لطف خداوند متعال و کمک مردم و مسئولین بهداشتی شرایط متفاوت شده. انشاءالله در این سوی جدید هم عزیزان رعایت میکنند، ما این رو هم بتونیم پشت سر بگذاریم. شرایط و وضع کالاهای اساسی سخت نگران کننده بود. امروز هیچ نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود به لطف خداوند متعال ندارد. شرایط کشور به طرف تولید وقتی خواهد رفت که اساس بر سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری باشه. به شما عرض بکنم که امروز ظرفیت‌های کشور دقیقاً شناسایی شده و داره همه به طرف تولید و به طرف مولد شدن هدایت میشه. خبرهایی که این روزها میشنوید اینا ظرفیت‌های کشوره که ما داریم بحث میکنیم. ظرفیت‌های کشور اگر سرمایه گذاری بشه رشد اقتصادی در کشور قابل قبول خواهد شد. و در این میان کسانی هستند که سوء استفاده میخوان بکنند، افرادی هستند میخوان با روابط سالم مردم رو نگران کنند. من این رو به شما مردم عزیز عرض میکنم، این دولت آمده است که فساد نباشد، بی‌عدالتی نباشد، رشوه نباشد، روابط ناسالم نباشد. بدانند ما با همه قدرت در مقابل رانتخاری ها و مفسدان خواهیم ایستاد و ریشه اونها رو خواهیم کند.
نظام عادلانه در تولید، نظام عادلانه در توزیع، نظام عادلانه در جذب، در پرداخت، در ارتقاء کارکنان دولت، در همه شؤون. ما وقتی میگیم عدالت، یعنی عدالت در همه شؤون باید اجرایی بشه. و ما و بنده به عنوان یک طلبه خدمتگزار مردم مصمم هستم در این میدان به هیچ عنوان اجازه ندم که کوچکترین بی‌عدالتی مردم عزیز را نگران بکنه. اون چه ما امید داریم، اون به مردم بعد از خداوند متعال، به نگاه‌های شماست، به حضور شما در صحنه است. ما روابطمون در سیاست خارجی یک توازن در سیاست خارجی است. نگاه به غرب نامتوازن کرده کشور رو. ما باید نگاه به همه کشورها، نگاه به همه ظرفیت‌ها در دنیا داشته باشیم، به ویژه همسایگان. اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است. و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم. اونچه پیام انقلاب اسلامی است برای همه مستضعفان عالم، همه عزیزان که دغدغه انقلاب و نظام را دارند، بدانند که ما به آینده بسیار امیدواریم. نه امیدواری در شعار، نه. هر روز که می‌گذرد، من محضر مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی هم عرض کردم که آقا هر روز که در این دولت من حضور دارم، میبینم ظرفیت ها رو، میبینم حمایت مردم رو، میبینم نیروهای مصمم جوان رو، میبینم فرهیختگانی که دلسوز به انقلاب و نظامند. امیدم با آینده بیشتر و بیشتر میشه. من میخوام به پسران و دختران عزیز عرض بکنم، به همه جوانان برومند کشور عرض می کنم، آینده بسیار روشن و امیدوار کننده است. و سخن پایانی آن که 22 بهمن پیام امید به ملت بزرگ ایران و امید به همه مستضعفان و محرومان و مظلومین عالم و پیام یأس و ناامیدی و استیصال به سلطه‌گران و به ظالمان در عالم. امروز اون چه شما در اطراف خودتون میبینید از بیداری اسلامی، این نوید الهی است. در 10 سال اول که ما به عنوان دوره تأسیس مینامیم، میخواستن انقلاب پا نگیره، نظام پا نگیره. اونها خواستند، نشد. شما خواستید، شد. در دوره دوم و دوره تثبیت، اونها نخواستند این نظام تثبیت بشه. شما خواستید، شد. اونها خواستند، نشد. در دوره سوم، دوره توسعه، میخواستن انقلاب و پیام انقلاب در همین مرزها متوقف بماند و ملتهای مسلمان و جهان بیدار نشوند. شما خواستید، شد. اونها خواستند، نشد. در دوره چهارم، شما دوره پیشرفت و عدالت به لطف خداوند متعال، اونها میخواهند، نشود. و لطف خدا و اراده شما حتما تحقق پیدا خواهد کرد.
از شما عزیزان و شورای هماهنگی برگزاری مراسم و مراسم نماز جمعه کمال تقدیر و تشکر و سلام علیکم و رحمت الله. قربان شما، خدا حافظ. خیلی متشکرم. قربان شما، خدا حافظ. سلام. خدا حافظ. قربان شما، خدا حافظ.